در حالی که یونان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، پارلمان این کشور قرار است در مورد قبول سومین بسته کمک مالی از سوی وام‌دهندگان خارجی تصمیم گیری کند. دولت در توافق اخیر متعهد می‌شود که در قبال دریافت یک کمک 86 میلیارد یورویی اصلاحات اقتصادی جدیدی را اعمال کند. یکی از شهروندان آتنی می‌گوید دولت باید زودتر وارد عمل می‌شد. آنها می‌بایست مشکلات درون حزب را هم حل می‌کردند. برای همین تا به این نقطه برسیم دیر شد. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز چهارشنبه نسبت به نظر مثبت پارلمان در این زمینه اظهار خوشبینی کرده بود. یکی از طرفداران حزب حاکم سیریزا میگوید آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم همچنان از دولت و از نخست وزیر الکسیس سیپراس حمایت می‌کنند. اما این حمایت ابدی نیست و نمی‌تواند برای ماه‌ها و سال‌ها باقی بماند. ما باید ثابت کنیم که با دولت‌های قبلی فرق داریم. خبرنگار یورونیوز در آتن می‌گوید تنها ساعتی به رأی‌گیری حیاتی در پارلمان باقی مانده است. دولت می‌کوشد نمایندگان را قانع کند که توافق با وام‌دهندگان بهترین راه حل ممکن است. اما پیشنهاد انتخابات زودرس بیشتر و بیشتر به گوش می‌رسد و دولت به ناچار باید همه را متقاعد کند که توافق برای کمک سوم ضروری بوده است.